کشور افغانستان در جمهوری اسلامی ایران نیستم. سازوکار سفر اتباع کشور افغانستان به جمهوری اسلامی ایران از منظر وزارت امور خارجه خب تابع قوانین و مقررات کنسولی جمهوری اسلامی ایران هست. اینکه شهروندان افغانستان جهت سفر به جمهوری اسلامی ایران نیازمند مراجعه به مراکز زیرب سفارتخانه جمهوری اسلامی ایران در کابل و نمایندگی های کنسولی جمهوری اسلامی ایران جهت اخذ روادید و ورود یا سفر به جمهوری اسلامی ایران بر مبنای شرایط روادیدی در واقع اخذ شده خودشان هستند. در این روی کرده جمهوری اسلامی ایران تغییری در واقع ایجاد نشده، همون سازوکار ادامه داره. اگر منظور شما تردد غیر مجاز اتباع کشور افغانستان به جمهوری اسلامی ایران هست، طبیعتاً خب از اسمش پیداست، چون این سفرها و چون این در واقع ترددهایی تردد غیر مجاز محسوب میشه و جهات زیرفت جمهوری اسلامی ایران و مراجع زیرفت و در واقع ترددهای غیر مجاز به صورت قانونی برخورد خواهند کرد. خب در ارتباط با آمار اشاره کردم، من مرجع زیرفت اعلام آمار حضور اتباع افغانستان در جمهوری اسلامی ایران نیستم، اما خب به دلیل شرایط خاص ناشی از دوران طولانی بی‌ثباتی در کشور همسایه عزیز ما افغانستان و حضور اشغالگرانه 20 سال از در واقع نیروهای اشغالگر آمریکایی و متاسفانه از بین رفتن بسیاری از زیرساخت‌های این کشور و همچنین در واقع خب عدم شکل‌گیری شرایط مناسب برای در واقع توسعه پایدار در این کشور، ما همچنان متاسفانه شاهد روند مهاجرت‌های بی‌رویه از کشور افغانستان به سمت خارج از مرزهای این کشور از جمله به سمت جمهوری اسلامی ایران هستیم. در همین چارچوب سیاست اصولی جمهوری اسلامی ایران کمک به سازوکارهای سیاسی به منظور تقویت در واقع توسعه سیاسی پایدار به توسعه اقتصادی پایدار در کشور افغانستان به منظور شکل‌گیری شرایط بهتری است که شهروندان افغانستان بتوانند انشاءالله با وضعیت بهتری در کشور خودشون اقامت و زندگی بکنند و ما در واقع این پدیده به عبارتی روا و در واقع نادرست مهاجرت رو کمتر در آینده شاهد باشیم. جناب آقای ملکی خبرنگار ایرنا.